قسمت در واقع کانتکت همراه با یه دو تا درسه که CSS فرم ها رو یاد بگیرید. فرم ها CSS دارن. من الان قاطی این پروژه که داریم انجام میدیم درستون رو هم چند تا موردش رو اولا که یاد گرفتید که با این چیزهایی که تا حالا یاد گرفتید چجوری بیاید سایت بزنید که الان تو سایت زدیم کانتکت رو هم بزنید فوتر رو هم بزنید تمام میشه که حالا میریم سراغ بحثای باقی مونده که امروز اگه بشه CSS رو بعید میدونم بشه جمعش کرد، ولی خب تمامش بکنم. حالا جلسه بعد مدیا کوئری و یه وبسایت هم و مدیا کوئری بزنیم که بریم سراغ بقیه موارد بفهمید که اینها به چه صورت هست. بریم اینجا من یه میک وبس ببخش میک کانتکت، این درس جدیدتونه در مورد فرم ها باید بدید. بیام اینجا برمیگردم میگم سیکشن کلاس کانتکت، یه فرم میذاریم اینجا. فرم ها رو توضیح داده بودم بهتون، یه اکشنی داره به جایی نمیخوام برم، متدش از نوع پست و میتونید حالا لیبل بذارید میتونید نذارید، این دیگه دست خودتونه. من فعلا اینپوت میذارم، برمیگردم یه اینپوت تکست آیدی اینا هم نمیذارم. اگه یادتون باشه آیدی رو برای در واقع حالت میذاشیم که لیبل بخواد باشه. من فعلا فقط اینپوت میذارم، میام نیمش رو میگم مثلا به صورت مثلا فول نیم، کنترل سی کنترل وی مثلا بیاد بشه ایمیل. طرف میخواد به اون کانتکت در واقع برقرار کنه، اینجا میذارم ایمیل. میتونید ریکوایرد اینا رو هم بذارید که حتما مقدار رو قرار بده، مقدار پلیس هولدر رو هم بذارید. به طور مثال ما اینجا برمیگردیم میگیم لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و این شکلی. این هم مقدار پلیس هولدر اینجا، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید به این شکل. یه دونم تکستریاس دیگه، این حالا چیز سخت نیست. آیدی و کالمز و روز و اینا هیچ چی نمیذارم اینجا، هم اسمش رو دیگه نیمش رو که میدونی تایپش رو خودش تکستریاس نمیسم اینجا کامنت و پلیس هولدرش هم نمیسم لطفا کامنت خود را وارد نمایید. هر چی که خود دوست به این شکل. و یه دارم اینپوت داریم که گزینه سابمیت و ولیو در واقع ثبت نظر میذارم و هیچی ها فعلا هیچ کاری نمیکنم. آره یه چیز خیلی مبتدی اینجا خواهید داشت زیر این قسمت، ببینید یه سری موارد اینجا قرار گرفته که اصلا زیاد چیز جالبی نیست. بریم اولا ما یک کلاس ساختیم به نام کانتکت. بیام اینجا اول کانتکت رو سی اس اس رو درست بکنیم. من برمیگردم میگم میک کانتکت، فارسی هم اصلا فارسی نمی‌نویسید ها، میک کانتکت و ان میک کانتکت. و برمیگردم میگم میک کانتکت شما بیا ویدث بیاد بشه 100% و هیت نداره، یه پدینگ مثلا 40 پیکسل و این عجب چه پیکسل و یه باکس سایزینگ رو که برده باکس هستش قرار میدی. حالا یه رنگ هم میتونی بدی اینجا، من بکگراندش رو اگه چیزی ندید که همون گزینه سفید به صورت بای دیفال قرار میگه. اگه اینجا یه فرنج بزنید میبینید که الان سفیده اینجا درست شده. بهتون گفتم این پوته چی هن؟ نا این لاین هن. شما میایید اینجا و اولین کاری که میکنم یه فرم رو درست میکنم. فرم رو دیگه میدونید از نوع بلاک، اگر بیادش برگرد بگیم مثلا ویدثت باشه چه بدونم 800 پیکسل میاد ویدثش میشه 800 تا و پدینگ هم میتونی بهش بدی. اینا رو قبلا در مورد صحبت کردیم، پدینگ مثلا 20 پیکسل بهش میدیم و یه باکس سایزینگ بوردر باکس، یه بکگراند هم بهش بدیم ببینیم چه خبره. اگر اون کالر مثلا یلو من به این بدم یلو، حالا ببینیم چی میشه. فقط میخوام قیافش رو ببینیم. خب دیدم که ایشون هم از به این شکل هستن، میتونم در واقع مارجین صفر اوتو رو هم بهش بدم ببینم که چه تغییری میکنه. F5 بزنم بیاد وسط، این رو هم من جمعش میکنم ببرمش بالا. خب لیگر رو که ما برمیداریم مثلا این رو کاری نداریم. خب
خب رنگ یلو رو هم برداریم، چون فارسیه دیگه از همینجا من خیال خودم راحت کنم و دایرکشن رو RTL بکنم، تمام مقادیری که توش هستش باید یه حالت فارسی قبلی. حالا چرخیم میبینید به این سمت اومدن قرار گرفتم. بریم که مقادیرش رو شروع کنیم درست کردن. ببینید توی CS در واقع فرم ها بخواید CSS بدید ایشون چی داره، در واقع این همون اسم رو صدا میزنید و پراپرتی داره به نام تایپ و دیتایی داره به نام تکست، دقیقا همون شبیه با دیتا پراپرتی ها. یادتون هستش مثلا میزنشون دیتا مقادیر رو یا دیتایی، اینجا همین کارا رو انجام میدی براش. میگی که element input یه تایپی داری به نام تکست یا قیافش رو این شکلی کن. من میام اینجا همین کار رو میکنم، برمیگردم میگم کانتکت، یه فرم می‌نویسم چون یه فرم بیشتر ندارم نمیام بنویسم فرزند مستقیم، ولی اینجا همین کار رو براش انجام میدم. میگم اینپوت یه دونه گزینه داری تایپ به نام مقدارش هستش تکست، قشنگ فیلتر میکنم. این دیگه CSS اصطلاحاً CSS فرم نوشتنه. دارم برمیگردم میگم اینپوت تایپ تکست هستش، آیا میتونیم کلاس بهش بدیم؟ بله میتونیم، بیا بهش کلاس بدی. برگردی بگی که مثلا کلاس چه میدونم مقدار فول نیم، بیا بهش کلاس بده، بیا بهش بده مثلا فول نیم به این شکل، و این طرف بیا برگرد بگو اینپوت هایی که کلاس فول نیم دارن خب دست خودت، بیتش رو مثلا برگرد بگو 300 پیکسل و هیتش رو بگو مثلا 40 پیکسل، بره ببینیم میگیره اصلا همچین چیزی رو یا خیر، و دیسپلیش هم بکن بلاک، نذار کسی بغلش بگیره بشینه، اینا دیگه دست خود. یه مارجین باتم هم بهش میدیم که فاصله بندازه با پایینیش، یه 10 پیکسل هم بهش میدم ببینم چی میشه. خب الان ایشون رو نگاه کنید، اومده یه همچین چیزی رو قرار داده اینجا، خب اومده به این شکل قرار گرفته و درست هم شد. من در واقع اومدم 300 و هیت رو به این شکل مارجین باتم و دیسپلیش هم از نوع بلاک کردم، ولی بیتش رو اومدم خودم گذاشتم 300. میتونید نظرید که کل فرم رو به خودش اختصاص بده، یعنی الان روش کلیک بکنید بیاد و کل این مقدار رو چون من دیسپلیش رو بلاک کردم بیاد در واقع انتخاب بکنه. خب من میتونم به این شکل استفاده بکنم، یا اینکه برگردم بهش بگم که تایپت مساوی هستش با تکست و ویتسش رو بکنم 100%، برم ببینم چه اتفاقی. F5 بزنم و بیام اینجا، الان میبینی بیتش 100% که گفتم اندازه پدرش شده. وقتی بیت بهش نمیدی خودش به صورت بای دیفالت 100 پیکسله و اون مقدار 100 پیکسل رو گرفت، اون دیگه دست خودتونه. خب این اصلا قیافش معلوم نیستش که دورش چیه. من بوردر رو اگه دقت بکنید این بالای بالا نان کردم، اگر بوردر رو نان ورش دارید الان فرماتو خودشون بوردر دارن، خب اون دیگه دست خودتونه. من حالا بوردر رو اینجا اومده بودم به این شکل قرارش داده بودم ورش داشتم، حالا میام اینجا بوردر رو میخوام رنگش رو عوض کنم، مثلا برمیگردم میگم بوردر تو بیا بشو 2 پیکسل این ست لایت گری و F5 رو میذارم. ببینید بوردرش عوض شد. خب یه پدینگ رو هم بهشون بدید، یه پدینگ رایت بهش بدید از سمت راست مثلا در حد 10 پیکسل. چرا؟ چون این دیتا پلیس هولدر که میبینید چسبیده بهش، میبینید الان از این حالت خارج شد و دیتا هم که توش قرار بدید مثلا چه میدونم این شکلی، میبینید 10 پیکسل از سمت راست مقدار داره. بیرونش هم که کلیک میکنید هیچی دیگه در واقع نیستش. خب این بوردری بودش که من براش قرار دادم، حالا میتونید هر رنگی که خودتون دوست دارید قرار بدید. خب این فونتش رو من اینو عوض میکنم، چه فونتیه یا برگردم بهش بگم که ببین فونت فامیلیت باشه بی‌نازنین، یه F5 میزنم میبینید فونتش عوض شد. فونت سایزش رو میتونید عوض بکنید، فونت سایزش رو مثلا بذارید 16 پیکسل و F5 تون رو بزنید میبینید که الان مقدارش عوض شد. رنگش رو میشه عوض کرد. ببینید این نکته است، اینا نکاتی است که الان میخوام شروع کنم در مورد صحبت کردن. آیا مثلا میتونم رنگ پلیس هولدر رو عوض بکنم؟ مثلا برگردم میگم کالرت بشه بلک و اینجا بذارم، میبینید هیچ تغییری نمیکنه، ولی همین که من تو این مینویسم میبینید الان بلکه. خب حالا اگه برگردم بهش بگم مثلا بشه گلدن رود مثلا این رنگی، میبینید اون هیچ تغییری نمیکنه، ولی الان تو این که میخوام بنویسم
در واقع اگر به من اجازه بده، میبینید رنگش در واقع گلدن رود میشه. میبینید طول دو سه بار میزنید اجرا نمیکنه، صبر کنید. این بهتون گفتم چون با نرم افزار جاوا اسکریپت یه حالا طول میکشه. اینجا نگاه کن رنگش در واقع عوض شد. خب من که حالا رنگش رو به همون حالت بلک قرارش میدم و همون در واقع دیتایی که توش قرار میگیره از اون بلک بشه، درستش هم همینه. خب من چه جوری میام رنگ این رو عوض بکنم؟ من تونستم فونتش رو عوض بکنم، فونت سایز رو عوض بکنم. ببینید میایید اینجا گزینه ای داریم، اینا سودوان. خب اینا سودو کلاس هست، حالا درسمون بهشون نرسیده، ولی یه گزینه ای داره به نام پلیس هولدر. خب این پلیس هولدر در واقع شما میتونید چیکار کنید؟ برگردید بگید که کانتاکت، یه فرمی داره که توش اینپوت در واقع تایپ تکست هستش، دو نقطه دو نقطه یا در واقع دابل کلون که میذارید، دارم میگم ببین پلیس هولدرش رو بیا کالرش رو عوض کن، مثلا بکن بلک. به عنوان نکته تو ذهنتون داشته باشه تا به موارد برسید. میبینید الان در واقع مقدارش عوض شد و تونستید رنگش رو عوض بکنید. به این شکل میشه عوضش کردم. من خوشم نمیاد از این رنگ، در واقع گری رو میذارم، گری سنگین‌تره. به این شکل در واقع بیاد رنگش عوض بشه. خب میتونه رنگ گریه رو همچین یه مقدار ببرش به این سنگین‌ترش بهتر شد. خب بریم اون یکی ها. خب اون یکی ها رو هم راحت اینا رو کپی کنید، میخواد اون یکی ها همین بشه دیگه. تایپ تکست رو میکنیم ایمیل، ایمیل ایشون هم میشه ایمیل. الان ایمیل هم همین بلا سرش میاد دقیقا. یه F5 میزنید میبینید ایمیل رو هم به این شکل ساختش. تکست یا دیگه اینپوتش چیزی به نام اینپوت نداره. خب اینجا در واقع به جای اینپوت میشه خود تکست اریا، یه تایپ نداره که تکست اریا، تکست اریا. خب این به این شکل، این هم به این شکل. فقط تکست اریا نکته ای داره، بریم در مورد نکتهش یاد بگیریم. اینجا F5 رو بزنید میبینید این هیتش مقدار 40 پیکسل دارید. من الان مثلا میدم 105، معمولی 150 150 میدید به این شکل. دو نگاه کن این خیلی بده، اینجا این شکلی میشه. خب این رو در واقع میتونه کاربر بگیره باش بازی کنه. خب بگه یه به عنوان یه باگ در نظر بگیره. خب اینو چیکارش میکنیم؟ توی تکستر یه گزینه داریم به نام ریسایز، ریسایز و این رو نانش میکنید و این رو میزنید دیگه این گزینه در واقع میمونه. حالا دیتا رو میتونید توش قرار بدید، هیچ مشکلی هم نداره. خب تمام مقادیری که برای ایشون قرار دادم درست بود، ثبت نظر رو هم بریم درست کنیم. من این رو یه کپی میگیرم و اینجا دیگه میشه چی؟ اینپوتی که چیه؟ تایپش از نوع سابمیته دیگه. فرم ها رو میخواستم یاد بگیرم، تمام مواردی که برای یک فرم بود رو بهتون گفتم. حالا یه سری نکات داره که بعد از اینکه اینپوت رو گفتیم در موردش صحبت میکنیم. اینپوت رو من برمیگردم میگم ویدست بیاد بشه 100%، ببینم گوش میده یا خیر. میبینید هیچ، در واقع اینجا بهش گفتم بیاد این مقدار رو به من اعمال کنم، بهش که اعمالش کردم. دیسپلیش رو از نوع بلاک میکنم، این از نوع اینلاین بلاک هنها، این ها در واقع به این شکل در واقع قرارش دادم. و هیتش رو هم میذارم 40 پیکسل که بیاد 40 پیکسل رو بگیره. یه بک‌گراند بهش میدم، معمولا سبز میذارم، مثلا میذارم گرین و به این شکل قرارش میدم. میبینید یه بوردری دورش هستش، میتونید بوردرش رو خودتون عوض بکنید، مثلا بوردرش رو بکنید 2 پیکسل سالید مثلا بلک، اون دیگه دست خودتونه. من این رو قرار دادم به این شکل، زیاد فرق نکنه با اون یکی، رو بهتره مثلا همون این ست باشه به نظرم بهتر میشه، این ست لایت گری، چون اونم لایت گری باشه. لایت گری F5 رو میزنم به این شکل. خب بریم ببینیم من ویتسی که به این دادم اینجا این مقداری که هستش، میبینید این اینجا چیزی که هستش، مقداری که هستش در واقع اومدیم اگه روش کلیک بکنید بیاید اینجا روی فرم یه پدینگ دارید. خب این پدینگ برای ایشون بیاید اینجا تو اینپوت در نظر بگیرید، این ویتسی که بهش دادید این سابمیت به صورت بای دیفالت یه سری مقادیر براش قرار داده شده است که الان می‌بینید من اینجا اینها رو دستکاری کردم. خب اینها رو باید یه مقدار بیشتر دستکاریش بکنم، مثلا من این رو اگر
بکنمش 102% میبینی ویتش درست میشه. یا حالا بیاید ویت بذاری یا این رو حالا مثلا میتونی 100% نذاری، مثلا بذارینش 20%، بعد ببینیم چه شکلی میشه، بیاد به این شکل قرار بگیره. آره ثبت نظر به این شکل میشه. فقط حواستون باشه که فونت فامیلیش رو من یادم رفت بی نازنی قرار بدم، این رو هم قرار بدیم. کالرش رو هم به نظرم وایت قرار بدیم بهتره. من حالات مختلفش رو براتون نوشتم، یا رو خود مرجوعی که دوست دارید برش به ثبت نظرش. بیت فونت سایزش رو هم به طور مثال میذاریم 16 پیکسل. یه فونت ویت هم بهش میدیم از نوع بولد، ببینیم که چجوری میشه. بهتر نشد، اما 16 پیکسل خود اون حالت عادی میشه. خب بیشترش هم کنید فکر کنم بهترش. خب به این شکل میتونستیم کل سفر رو در واقع بهش اختصاص بدیم. برگرد بگیم مثلا 100% یا 102% که بیاد به اندازه اینها بشه. خب این هم کانتکتمون که میتونستید اون بالا حالا یه چیز هم داشته باشه. من میتونستم اینجا بیام مثلا یه H1 هم بذارم، بنویسم تماس با ما به این شکل، و بیام اینجا برگردم بگم کانتکت یه فرزند مستقیم داریم به نام H1، فونت فامیلیش بشه مقدار بی نازنین، و تکس الاینش بشه سنتر. ببینیم چه شکلی میشه. بهتر شد فونت فامیلیش، فونت سایزش مثلا بشه 40 پیکسل، حالا بقیه هم 40 گذاشته بودیم، و به این شکل بشه. حالا بوردر ایناش رو هم میتونید بذارید، میتونید نذارید، حالا من نذاشتم. این قسمت تماس با ما، این درباره ما مون، این اخبارمون، این پارلکسمون، و بریم سراغ گالری. گالری هم میخوایم 4-5 عکس رو کنار هم یه قرار بدم. حالا 4-5 میتونیم بیشتر بشه، مثلا 6-7 و در نهایت هم فوتر. درباره تماس با ما یاد گرفتیم که چجوری میشه CSS رو توی فرما اعمال کرد، و که گزینه در واقع اینپوت رو، سابمیت رو فهمیدید که تایپ سابمیت در واقع دیتا پراپرتی هایی که درس داده بودیم به درد اینجا خورده. شما اگه گفتید المنت اینپوت که تایپش هستش سابمیت، یا اینپوت تایپش هستش ایمیل. خب یه نکته دیگه ای داره، حالا اینا رو اگه بدونید بعد نیست، مثلا من روی اینکه کلیک کردم بیاد یه افکتی بهش اعمال بشه. خب چه جوریه؟ مثلا خیلی از سایت‌ها دیدید یه گزینه داره به نام فوکوس. خب من بیام اینجا برگردم میگم کانتاکت، این براش هاور، برای اینپوت ها هاور نمیذارم، براش فوکوس میذارم، میخوام درستش کنم. یا میگم هاور که یه حالا فرزندی داره به نام فرم، که یه فرزندی داره به نام اینپوت که تایپش هستش از نوع تکس، دارم میگم یادتون ما برای اینا برای تمام المنت ها میذاشتیم هاور، برای در واقع اینپوت های دیگه، برای فرم ها اینپوت ها که داخلش هستش از فوکوس استفاده میکنم. خب به جای هاور در واقع فوکوس استفاده می‌کنم. برمیگردم میگم ویتس مثلا اونجا گشته بودیم 90% اگه اشتباه نکنم، بالا یا رو می‌کنم مثلا 50%. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. و اگه روی اینکه بزنم می‌بینید کوچیک شد. خب چیکارش می‌کنیم که بیاد حالات انیمیشنی بگیره، میای ترانزیشن رو بهش میدید. میام اینجا رو تایپ تکست برمیگردم میگم که ترانزیشن مثلا آل 0.3 ثانیه ایز یا لینیر، و F5 رو میزنید. حالا روش که کلیک میکنید میبینید، روش که بیرونش که کلیک میکنید میاد به حالت قبلیش، روش که کلیک میکنید میاد به این حالت، در واقع مقدارش عوض میشه. اینها رو در واقع میتونید اعمال بکنید. من برای همشون این، البته برای فقط اینپوت های ایمیل و تکست رو این کار رو میکنم، برای تکست سری هم میتونید همین کار رو انجام بدید، فرقی نمیکنه. پس براشون از مقدار فوکوس میتونید استفاده کنید. به جای هاور در واقع بیاید از فوکوس استفاده بکنید. بیام اینجا تایپ تکست رو میذارم این سری ایمیل، و اینجا F5 رو میذارم، به ایشون هم الان اعمال میشه، به ایشون هم میشه یا مقادیر اعمال میشه. خب به همین سادگی بود. چند تا مورد رو اومده بررسی کنید. یکی بحث فوکوس بود توی اینپوت ها، بحث پلیس هولدر بود با مثال دیدیم به چه شکل هستش، و خود تایپ هایی که توی فرم ها بود و
این پوتاش بود و اومدیم کامل بررسی کردیم. این کمپلت CSS های مربوط به فرم ها بود، غیر از این هم نیست، یعنی بیشتر از این هم دیتا نداره که بکنه ها مثلا من چیزی رو بعد بیشتر از این میدونم. نه، یکی بحث فوکوس هستش، یکی بحث پلیس هولدر هستش، یه دونم خود تایپ هستش که بتونید باش کار بکنید و پیادش بکنید.